جنگ طالب با تاجیکستان دیر یا زود شروع می شود. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چینل پیام روز. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما بوده و چینل ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. گزارشنامه افغانستان در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد جنگ طالب با تاجیکستان دیر یا زود شروع می شود. رهبران طالب رسماً به این موضوع اعتراف دارند و پاکسازی هزارستان نیز عملاً شروع شده است. طالب تاجیکستان را به فتح تهدید می کند. این اشتباه ترمیم شدنی نیست. تاجیکستان در بازی بزرگ جدید موقعیت حساس راهبردی احراز کرده است. وقتی مولوی نعیم تهدید کرد که هرگاه جامعه بین المللی مداخله نکند، تاجیکستان را در 24 ساعت تسخیر می کنیم. در مغزم این جمله صورت بست. طالبان قبر خود را کندن. سرزمین شمال بستر جنگی برای طالب به شمار نمی رود. آنها در آن اراضی بیگانه اند. نقرت دا خواهند شد. این در حالی است که طالبان به جنگ کهنه در هزارستان دامن زده و قصد دارد هزاره ها را از مناطق مرکزی پاکسازی کند. مبرهن است که تشکیل جبهه مقاومت و جنگ تاریخی در هزارستان امر طبیعی است. بنابراین به نظر می رسد که طالب از کنترل صاحبان خویش در حال بیرون شدن است و دیر یا زود جنگ بین تاجیکستان و طالبان در می گیرد. اما خطوط جنگ در خیرخانه و گردنه شیبر و کوههای بابا خواهد بود، نه در کناره های آمو دریا. کتله های جنگی فاطمیون و یه هیچ تردیدی برای حراست از زندگی هزارستان وارد جنگ خواهد شد. هیچ شکی نباید داشت. اردوگاه های بزرگ جنگی در قلمرو تاجیکستان در حال برپا شدن است و شمول روسیه، 6 کشور آسیای میانه و هند حامی و تدارکچی چنین جنگی خواهد بود. ده هزار جوان خشمگین و دربدر به سربازان آزادی کشور مبدل می شوند. در همین حال، خبرگزاری افق در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد طالبان تاجیکستان را متهم به دخالت در امور داخلی افغانستان کردند. ملا عبدالغنی برادر معاون اول رئیس دولت طالبان می گوید تاجیکستان در امور داخلی افغانستان مداخله می کند. او هشدار داد که هر اقدامی واکنش نیز خواهد داشت. ملا برادر در گفتگو با الجزیره گفته است که طالبان و کشورهای همسایه اجازه نخواهد داد که درگیری فرقه‌ای و قومی را براندازد. طالبان در حالی در برابر تاجیکستان موضوع‌گیری می‌کند که امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان بر تشکیل دولت فراگیر با اشتراک گسترده تاجیک‌ها تاکید دارد. او در مجمع عمومی ملل متحد گفت و کارهای داخلی افغانستان دخالت نمی کند، اما همه قشرها باید در حکومت سهیم باشند. رئیس جمهوری تاجیکستان تاکید کرد که رای حل بحران در افغانستان ایجاد یک دولت فراگیر با حضور همه اقوام از طریق انتخابات است. امام علی رحمان می گوید تاجیکان افغانستان که 46% جمعیت آن کشور را تشکیل می دهند، حق دارند تا از جایگاه شایسته برخوردار باشند.
عبدالغنی برادر در بخش دیگری از سخنان خود از تلاش طالبان برای برقراری روابط با آمریکا و دیگر کشورهای جهان سخن گفت و تأکید کرد که جامعه جهانی اگر می‌خواهند علیه تروریسم و قاچاق مواد مخدر مبارزه کنند باید دولت طالبان را بر رسمیت بشناسند. وی سپس از نقش قطر در میانجیگری گروه‌های افغانستان تمجید و ابراز امیدواری کرد که دوحه با ارسال کمک‌های بشردوستانه به کابل ادامه دهد. عبدالغنی برادر همچنین گفت که امید دارد دولت چین به عنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل نقش فعالی در افغانستان بازی کند. در همین حال خبرگزاری افق در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد ذبیح الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی طالبان پایین کشیدن پرچم پاکستان را از موتر حامل کمک های بشردوستانه این کشور در مرز تورخمرا حادثه ناگوار توصیف کرده است. چند روز پیش شماری از افراد طالبان در بند تورخم پرچم پاکستان را از یک موتر حامل کمک های بشری این کشور به افغانستان پایین کشیدند و ویدیوی آن در رسانه های اجتماعی بازتاب گسترده یافت. آقای مجاهد روز یک شنبه 4 میزان در مصاحبه با تلویزیون دولتی پاکستان به این موضوع واکنش نشان داد و گفت که کسانی که روابط دو کشور را خراب کند با اقدام طالبان روبرو خواهد شد. وی در این مصاحبه همچنین به اقدامات هند در جامو و کشمیر تحت اداره این کشور واکنش نشان داد و ضمن محکوم کردن نقض حقوق بشر از سوی هند در جامو و کشمیر به حمایت سیاسی دولت طالبان از مسلمانان مظلوم در نقاط مختلف جهان تأکید کرده است. مجاهد افزوده است دولت افغانستان به حمایت دیپلماتیک و سیاسی از مسلمانان مظلوم در نقاط مختلف جهان ادامه خواهد داد. سخنگوی طالبان در این مصاحبه از موضوع پاکستان در قبال دولت آنان در جامعه بین المللی سپاسگزاری کرده است. بیشتر عمران خان نخست وزیر پاکستان وزیر خارجه آن کشور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک خواستار به رسمیت شناختن دولت طالبان طبق یک نقشه و حمایت جهان از دولت این گروه شده بودند. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر الله یار و مددکارتان. اوقات خوش داشته باشید.